اواخر دهه 60 بود که سفر به ژاپن برای کار یکی از رویدادهای فراموش نشدنی بود. در این زمان ژاپن اجازه داد ایرانی ها بدون گرفتن ویزا راهی سرزمین آفتاب تابان بشن، اما سفر بدون ویزا به این کشور زمانی به کار ایرانی ها اومد که به خاطر جنگ و شرایط اقتصادی وضعیت بیکاری وخیم شده بود و به این شکل ژاپن به بهشت بیکارهای ایرانی شهره شد. سال 1367 نقطه شروع برای مهاجرت جوانهای ایرانی به ژاپن بود. خبر دهان به دهان چرخید که ژاپن پر از فرصت‌های شغلیه و به راحتی میشه پول پارو کرد. کار به جایی رسیده بود که برای مشتاقان سفر به ژاپن در ورزشگاه شیرودی قرعه کشی هم برگزار شد. اما اون که از اراذل و گندلاتای منطقه خانیاباد بود به ژاپن سفر میکرد و کتونی با خودش به ایران میآورد و همین باعث شد خیلی زود نه تنها توی منطقه بلکه مناطق مختلف هم معروف شد و همه با لقبش میشناختنش. توی ژاپن برخی از ایرانی ها هم بودند که وارد باند مافیا شدند و برای خودشون باند تجارت و تبهکاری را انداختند و همین باعث آغاز جنجال ایرانی ها در ژاپن میشه. رفت و آمد اون به ژاپن و آشنایی با محمود باعث ایجاد اختلافات گسترده‌ای میشه و این اختلاف ها هم در توکیو و هم در ایران درگیری ها و نزاع ها رو به اوج خودش میرسونه. تا اینکه محمود و نوچه‌هاش توی تهران و ژاپن اونو گیر میندازن و خفتش میکنن. از مرام و معرفتش زیاد میگفتن و میگفتن هر کی میومد ژاپن دستشو میگرفت و کمکشون میکرد کار پیدا کنن. نامش حسین کریمی پور، معروف به حسین آدیداس، شرور و گندلات مشهور خانیاباد بود. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. ژاپن بهشت بود برای کار کردن. سهام شرکت ها بالا میرفت و قراردادهای تجاری با آلمان غربی و چند تا کشور دیگه امضا میشد. معنیش تولید بیشتر بود و نیاز به نیروی کار بیشتر، که همین معنی علاقه جوانهای ایرانی درگیر جنگ به این کشور رو بیشتر میکرد. در نتیجه حتی اگه طرفی که میرفت ژاپن برای کار کردن کار خاصی هم بلد نبود، یه جایی براش کار پیدا میشد اگر زرنگ بود. اونایی هم که کار بلد بودن کارشون مشخص بود. این وسط یه سری هم بودن فقط دنبال کار بودن و براشون فرقی نداشت. عجیب نبود که بیشتر کسایی که تو اون دو سال رفتن ژاپن بچه‌های جنوب شهر تهران و شهرهای محروم بودن. اینطوری شد که از جوادیه و خزانه و شابدالعظیم، شرق، غرب و جنوب و شمال کشور جوانهای 20 و چند ساله سرازیر شدن به ژاپن. حسین کریمی هم یکی از این افراد بود. این وسط هم بودن کسایی که دنبال پول قلمبه یه شبه یه بی درد سر بودن. حالا یه حوصله کار کردن نداشتن، یه کاری بلد نبودن و حوصله یاد گرفتن و امتحان کردن کار جدید نداشتن. مسیر اینجور افراد همیشه معلومه به کجا میرسه. به کار خلاف. خلاف تو ژاپن مثل خیلی چیزای دیگه این کشور کمتر بررسی شده بود. قمار، سکس و مواد مخدر در تاریخ ژاپن پیشینه زیادی داره. اینا مثلثی رو تشکیل میدادند که توش پول فراوون بود و خون هم فراوون ریخته میشد. این سامورایی بیکار رو بهشون میگفتن رونین، یعنی سامورایی بدون ارباب. اینا کم کم دوره افتادن تو حاشیه شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستاها به کار خلاف انجام دادن. قمار میکردن، دزدی میکردن و زورگیری میکردن. مواد میفروختند و خلاصه هر کاری که یه پولی تو دوران بیکاری براشون داشته باشه انجام میدادن. اینطوری بود که یکی از پیچیده ترین، خطرناک ترین و قدیمی ترین سازمان های بزهکاری جهان، یعنی یاکوزا، متولد شد. این گروه ها تو دهه 60 میلادی به اوج قدرتشون رسیدن و تو دوره‌ای که ما داریم داستانش رو تعریف میکنیم، یعنی حدود دهه 80 و 90 میلادی، هنوز تو اوج قدرتشون بودن. حسین کریمی پور یا همون حسین آدیداس تو دروازه غار تهران متولد شد و از 5 سالگی اومد خانیاباد تهران و اونجا بزرگ شد. از 16 سالگی با پدرش علی دستمالی و برادرش سر چهارراه خانیاباد طالبی و هندونه دست فروشی میکردن. تو 20 سالگی با هجوم مهاجرین برای کار به ژاپن اون هم به اونجا میره و با آشنایی با باند مخوف محمود و اکبر یوکوهاما کارش میشه مواد و تبهکاری. از حسین کریمی پور یا همون حسین آدیداس براتون میگم، اما داستان ما از جایی شروع میشه که محمود کت خدایی 25 ساله کارش رو در یک رستوران آغاز میکنه. در 25 سالگی کشتی رو رها میکنه و برای کار به ژاپن میره. چند سالی همراه برادرش در ژاپن کار کرد و برای مدتی به ایران میاد و بعد هم به اونجا برمیگرده و رستورانی رو در شهر ناگویا افتتاح میکنه. پولی که تو کسب و کار یاکوزا بود برای بعضی از ایرانی ها هم جذاب بود.
محمود کدخدایی یه دو سالی اونجا از طریق یکی از دوستاش مربی یه باشگاه کشتی میشه. محمود یه مدت مربیگری میکنه اما دید که نمیشه. حقوق یه مربی معمولی کشتی تو ژاپن شروع دهه 90 اونقدری نبود که ارزش چند هزار کیلومتر دوری از خانواده و زندگی تو شرایط سخت رو داشته باشه. اون هم کسی نبود که برگرده و بگه اشتباه کردم. تو راه و رسمی که کدخدایی یاد گرفته بود بچه یه پایین شهر کم نمی آورد. رستوران ها همیشه در طول تاریخ محل های بسیار مناسبی بودند برای پوشش کارهای خلاف و بیشتر خرید و فروش مواد. تا جایی که کدخدایی تو دهه 90 میلادی شبکه‌ای متشکل از حدود 1000 ایرانی را تشکیل میده. وقتی اوضاع اقتصادی ژاپن به انفجار میرسه، حضور مهاجرین در خطر میافته و دیپورت شدنشون روز به روز افزایش پیدا میکنه. محمود کدخدایی اینایی که مهلت ویزاهاشون تموم شده بود رو میگرفته زیر پر و بالش. پروبال که البته چی بگیم، منظور همون شبکه قاچاق مواد مخدره، یعنی افرادی مثل حسین آدیداس، اکبر یوکوهاما و باقی افراد. اوضاع به جایی میرسه که کدخدایی به یکی از رقبای یاکوزا تبدیل میشه. شبکه محمود کدخدایی کم کم بزرگ شد، اونقدر بزرگ شد که خشونت دیگه بخش لاجرم کار بود. توی همون سالها حسین آدیداس به هوای فروش کتونی، جنس و مواد و شیشه به ایران قاچاق میکرده. سال 1998 میلادی اوضاع اقلیت خلافکار ایرانی تو ژاپن دیگه خراب شد. اونطور که روزنامه جامعه جمع چند سال بعد تو صفحه حوادث 4 آذر 1381ش می نویسه اوایل سال 1378 حسین آدیداس و اکبر یوکوهاما با هم درگیر میشن. میگن اکبر یوکوهاما یه لقب دیگش اکبر لوره بوده و زنش اهل کولومبیا بوده و وصل بوده به شبکه قاچاق کوکائین از این کشور. حسین آدیداس یه مقطعی برگشته بود ایران، دوباره بر میگرده ژاپن. خیلی ها میگن حسین آدیداس به خاطر رفت و آمد و آوردن کتونی آدیداس به این لقب معروف شد. به هر حال به خاطر بدهی مالی و اختلافات مالی با اکبر یوکوهاما وارد درگیری میشه. به قول ارازل اوباش میرن بالای سر هم و این وسط آدیداس کشته میشه. حسین آدیداس که برگشته بود ایران سر کاری خونی بر میگرده ژاپن. اکبر یوکوهاما هم بهش گفته بود که اگه برگرده میکشتش و همین طور هم شد. یوکوهاما برای حسین شاخوشونه کشید. حسین با غم رفت بالا سر اکبر. اون هم تا حسین رو دید اسلحه کشید و حسین آدیداس رو در جا میکشه. حسین که رفته بود بالا سرش به دوستای اکبر گفته بود برید کنار، بذارید تک به تک با هم روبرو بشیم. وجودش رو نداشت. جلوی حسین قد علم کنه، با اسلحه حسین آدیداس رو میزنه. آقایون لاتها که حسین رو کشونده بودند خونشون، از ترسشون که گیر پلیس نیافتن از پنجره و لوله‌های گاز مثل فشنگ فرار میکنن. بعد از این قضیه اکبر یوکوهاما و محمود چند سالی از ترسشون غیب میشن. کدخدایی البته نقشی نداشت تو این قتل، اما پلیس که میاد سراغ یه پرونده باقی پرونده ها رو هم رو میکنه. در نتیجه کدخدایی هم یه پاس اروپایی جور میکنه و از ژاپن میره تایلند و از تایلند میره اسپانیا. یک سال بعد که آبا از آسیاب میافته، دوباره از طریق تایلند برمیگرده به ژاپن و زندگی قبلیش رو از سر میگیره. این طرف تو ایران و اواخر سال 80 کم کم یه سری از کسایی که از ژاپن برگشته بودن رفتن دادگاه و از محمود کدخدایی شکایت کردن. البته یادمون نره که کدخدایی این مقطع هنوز ساکن ژاپنه و این شکایت ها تو ایران ثبت شدن. این شکایت ها درباره اخاذی، زورگیری، دزدی، ضرب و شتم و حتی قطع عضو و قتل هم بود. در ادامه این تحقیقات معلوم شد این متهم علاوه بر خرید و فروش سلاح‌های گرم، آدم ربایی، چندین فقره نیز از ایرانیان زورگیری هم کرده. گزارش‌ها حاکی از این بود که با قتل دو ایرانی در ژاپن به نام‌های حسین آدیداس و خسرو، تحقیقات پلیس وارد مرحله تازه‌ای هم شده بود. بعد از قتل حسین آدیداس تا یک هفته اخبار و تصاویر کشته شدن حسین توی تلویزیون ژاپن پخش میشه. هنوزم که هنوزه برخی از لنچ های حسین آدیداس و برادرش فعالیت میکنه و یه شرکت به یه باشگاه توی ژاپن و تهران توسط دوستانی که حسین آدیداس بهشون کار و پناه داده بود اداره میشه. محمود کدخدایی بعد از این اتفاق اوایل سال 1990 از تایلند با گذرنامه اروپایی به ژاپن برمیگرده. با بازگشت محمود به ژاپن، اعضای باند که از راه دور تحت کنترل وی قرار داشتند، بلافاصله دیسکو لا کاورنا و دیسکو لتی اندارو به صورت دربستی کرایه میکنند تا بازگشت وی رو جشن بگیرن. و در این جلسه افراد شبکه با قرار دادن میلیون‌های ین در داخل پاکت‌ها ورود سلطان وحشت رو خوشامد میگن.
هرچند که بعد از سالها از این اتفاق محمود کدخدایی که دست او هم در قتل و زورگیری و شرارت در ژاپن رو شده بود، بعد از دستگیری و زندان در ژاپن با قرار وثیقه سنگین آزاد میشه و به ایران میاد. در ایران با شکایت خانواده ها و افراد دیگه مورد بازجویی قرار میگیره که در ایران هم به تحمل زندان محکوم میشه. او بعد از سالها زندان در ایران آزاد میشه و حالا یه سیسمونی در تهران رو اداره میکنه. اما در مصاحبه هاش منکر همه ی این اتفاقات شده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.